خیلی چیز عجیبه. آقا سلام علیکم، احوال شما، خوش اومدین. بچه ها یه چیز آوردم پشماتون میریزه، یعنی داشتم یوتیوب گردی میکردم با یه سری اطلاعات دست میاوردم، یهو با یک انیمیشنی من برخورد کردم که 12 سال پیش، نمیدونم سال 2010 اینا طراحی شده و جای مختلف آپلود شده، ولی آینده رو داره نشون میده و پیش بینی میکنه و کار داداشا و دوستای گلمون ایلوجاناس، اسمشون نمیتونم بیارم و وقتشم نگاه میکردم تحلیلش کردم و خودم حقیقتا پشمام ریخت، منفجر شدم و اینکه خیلی ترسناک و غم انگیزه و حتی حال حاضر رو همه چی رو هم داره بهمون با یه انیمیشن توی سال قبل میگه و اینکه اصلا دست ما نیست هیچی. گفتم واسه تون خیلی سریع اینو میزنم و تحلیلش میکنم، امیدوارم که این تحلیل لذت ببرید و سعی کردم که خیلی ریز بریز انجامش بدم، ولی اگه چیز جامون ببخشید واقعا امیدوارم که ندرزین، خیلی عجیبه. من لبخندم بیشتر لبخند ترسه. یا خدا. آقا اول این انیمیشن برمیگردیم میاد میریم جلو، یک جعبه میبینیم که یک بز ازش میزنه بیرون، بز مپوس، یه بز مپوس ازش میزنه بیرون و از خودش استادی و یه حالت توهمی، یه اتفاق خیلی عجیب داره میافته. اینجا من پاس کنم بهتون بگم، این زیر اون گوشه سمت چپ بالاش نیا کنید، اونجا یه دونه برج دوقلو که داره آتیش میگیره، همون قضیه آتیش گرفتن برج دوقلو تو آمریکاست. این کلمه که نوشته آیپد گوت 9 تا حرفه، یعنی 9 بغلش هم 2 میشه ماهی که این اتفاق افتادش و برج نابود شدن. و در نهایت هم میبینی که یک بز از داخل یک قفس میزنه که بز نماده شیطانیه و خدمتتون عرض کنم که اینجای سرش هم زده 666. من این انیمیشن رو ساختم و خیلی پیام توش داره، اون زیرم یک انسان داره سگش رو با اسلحه کنترل میکنه توی فضای سیم خارداری و سرده، این شروعه و یک صدا هم در میاره داداش. اولش ما یه صحنه میبینیم که دو دست دارش دیوارمون شیطانمونه و یک دستش نماد پوله که دوتا علامت شیطانی، دوتا، یک نماد پوله، یکم نماد خون و یا همون جنگه که روی دستش مشاهده میکنیم که دوتا از نمادهای اصلی شیطان هم هستش، داره یک چیزی رو کنترل میکنه که میایم پایین تر کنترل میکنیم میبینیم داداشمون جورج بوشه، داداشمون جورج بوشه، جورج بوش داره کنترل میشه و این خیلی اتفاق ترسناکیه، یعنی توسط شیطان داره کنترل میشه و عروسک خیمه شب بازیه شیطانه. خب وارد یک منطقه میشیم که مشاهده میکنیم و داره واسه خودش میاد و یه سری حرکات عجیب غریب انجام میده. این کلاه روی سرش نماد خنگ بودن و احمق بودن جورج بوش نشون میده روی یک زمینی که زمین شطرنجی و از علامتهای ایلوجانه و من سعی میکنم با فان توضیح بدم براتون که اونقدر خطرناک هم نشه. بله میبینید که داره توسط اون داداش داره کنترل میشه، میاد میشینه و خب یک صفحه ای روشن میشه. کلاشو نگاه کردیم، سمت چپ سه تا جا میبینیم، یکی کشور نقشه کشور آمریکاست، یکی علامت جغد، یکم علامت برفه. خب چرا رفت اینا به هم دارن؟ این کشور آمریکا ایالتاشه، 4 تا نقطه روش زده، تو این 4 تا نقطه که سمت راست بالایی دقیقاً نیویورک برج دوقلو اتفاق میفته، ایالت اوکلاهاما که بمباران انجام میشه و جای دیگه، اینا همینه. اون علامت جغدم بالاش هم که گرد همایی سران این داستانه که هر سال در کنار یک مجسمه جغد بزرگ کنار هم دیگه جمع میشن و اون علامت پایین هم که اگه نگاه کنین عکس پرچم اسرائیل داخلش هستش. داداشمون داره کاراش انجام میده، خوشحاله، این ورانور نگاه میکنه. خب انگوشاشو میبینین اینجوری میکنه، خب این علامتش مشخصه. سمت راستش هم یه علامت داره، بغلش میشه ایولوشن ولی چند تا دیکش خالی، یعنی در حال رقم زدن یک انقلابه. اینا میبینی ایولوشن دیدین و اینکه سرش هم داره میچرخه، توسط شیطان داره کنترل میشه و عاملای خرابی و فساد، عکس خونه آتیش گرفته، عکس جنگ و جورج بوش وظیفه‌ش این بودش که دنیا رو منفجر کنه و داره این کارو انجام میده. یهو تبدیل به بارک اوباما میشه. بارک اوباما از سال 2009 تا 2017 ریاست جمهوری آمریکا رو داشته و خیلی هم دوستش دارم، خود منم دوستش دارم تا اینکه این ویدیو رو دیدم. بارک اوباما یه کره فالو تحصیلی داره، یعنی تازه این از دست این دوستان از مدارس تربیت شیاطین خارج شده و وارد دنیا شده، اومد دنیا رو بچرخونه و یه چشمک میزنه، یعنی که آخی منم شروع کردم و کلا شروع میکنه به خندیدن. بارک اوباما باید خندون باشه. آه بغلش میبینی یه علامت زده لول، loud and laugh، یعنی بلند بخند. دستش حالت اینجوری داره میکنه، یعنی چشم قربان من بلند میخندم و کلا همش در حال خندیدنه و خندهشو نشون میده ولی در این حال وقتی کاراش میبینیم میفهمیم که اونقدرم سوختوست و دنبال خنده نبوده و این خنده فیک بوده. و بله خانوم آلیس در سرزمین عجایب رو میبینیم که مشخصه یک زن در سرزمین عجایبه. دور و برش هم این بچه هایی که میبینید نشون دهنده اینن که
کمپ پناهندگی و این داستانی که دارن عذاب میکشن. ولی الان یه اتفاق خیلی جالب تر میفته، یکم جلوتر میریم میبینیم تاریک میشه و بله پشتش خرگوش و اگزیت روشن میشه که نشون دهنده سرزمین عجایبه و خوشش موقعی ترسناکه. ترسناک نیست؟ مشاهده میکنه که این داستان دستش سیبه، دور یک دایره هم هستش و این سیبه دستش میفته، دستش میفته و میاد یه جا و خیلی بله کلمه ال و سی رو میبینید کنارش. کلمه ال و سی به بیت کوین و دنیای ارز دیجیتالی که الان داره دنیا رو کنترل میکنه مربوط میشه. ترسناک نیست؟ و بله سیبه وسط باز شد، سیبه وسط باز شد و یک گل نیلوفر وسطش میرویه که نشانه تکامل زن میتونه باشه این قضیه چه دیگه من تحلیل کردم. و زیر پای نخواهید سمت راستش کفشه، زیر پاش یه دونه سکه است، اون سکه علامت بیت کوین روشه. واقعا فکر کردیم که همه چی اوکیه؟ What the fuck؟ عرض میکردم خدمتتون بله. و اینجاست که باراک اوباما نگران میشه، از اون چهره خندونش میاد بیرون، اون چهره خندونش میاد بیرون. بچه‌ها من یه چند تا دونه برم عقب، یه چیزی رو دیوار بود، آها همین صحنه. نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه علامت F مساوی منفی F که قانون نیوتنه که هر نیروی وارد کنی همون نیروی برمیگرده. یه دونه علامت مغزه که رد و برق افتاده با یه دونه علامت اژدها که داره نابودش میکنه، نشون دهنده اینه که مغزتون رو منفجر میکنیم داداش. اینجوری هم که فکر میکنی نیستش. اونجا داش بارش هم که ناراحت میشه، میایم تو شیشه یه رفلی افتاده که اینور عکسشه. این پاسالم 23 که اینجا مشاهده میکنی یکی از احادیث، یکی از سوره های دینی یا نوشته های دینی کتاب انجیله و اینجا میاد علامت رد و برقه، یعنی که مغزتون و دین و ایمانتون رو از بین میبریم و ما این کارو انجام میدیم و موفق هم بودن گویا. میایم عقب تر میبینیم که پرچم آمریکا از دو وسط دو تیکه شده با یه نخ به هم وسط در حال پاره شدن، اینه که نشونه تجزیه طلبی کشور آمریکاست که هنوز اتفاق نیفتاده، احتمالاً اتفاق میافتاد با این وضعیتی که الان داریم همه رو میبینیم. میایم عقب تر یه زمین ورتر نگاه میکنیم، بله برجای دوقلو ترکید و ریخت، برجای دوقلو ترکید و ریخت. مشاهده میکنم که چه اتفاقی میفته، خیلی هم عادی و اوکی و یک انسان غمگین رقصنده رو دارین شما مشاهده میکنین که یه حالت شیطانی هم داره و خودشو پرت کرد پایین و خودشو کشت. خیلی جذاب بود. حالا چیزی که شما مشاهده میکنید، میبینید که یک آقایی هستش که درانه یک قایق داره میاد، یه حالت محو و ترسناکی هم هستش و این را بن لادن رو مشاهده میکنید، بن لادن رو مشاهده میکنید که داره یه کاری انجام داره، دعا میکنه. فقط یه مشکلی که الان وجود داره، اون ماه هم نشونه شاید ماه رمضونه، روی سینش علامت CIA، یعنی ایشون این همه کشت و کشتار کرده، این همه جنایت انجام داد، مال CIA، مال سازمان جاسوسی آمریکاست. بله بیایم و اینجا نفت رو میبینیم که داره نفت استخراج میشه از همون جای دنیا، بن لادن نشونه برش هم نفت نشون داد که داره میریزه به کشور آمریکا. بله داره میریزه کشور آمریکا و همه چی شد و اینجا مجسمه آزادی میبینی که بر روی ستاره پرچم کشور اسرائیل قرار داره، یعنی تحت کنترلش هستش و نابود میشه، میریزه، یک بچه ای متولد میشه و این بچه توسط یک چشم که یک چشم جهان بینه کنترل میشه. بچه تحلیلش میدونین چی میتونه باشه؟ اینکه این بچه های شما رو وقتی که متولد میشن از زمان تولدشون تحت تسلط و کنترل فضاهای اجتماعی و رسانه قرار میدیم، یعنی مغزشون رو شستشو میدیم، که این اتفاق هم افتاده و بچه ها دارن با موبایل و فضای رسانه مجازی بزرگ میشن و همچنین خود ما. این داداشی که اومدش قلبش آتشینه، اسمش مسیح تقلبیه. برای چرا مسیح تقلبی؟ میریم جلو میفهمیم، منم اینو تحقیق کردم فهمیدم مسیح تقلبیه و یک علامت تک چشم اینجا داره که علامت تک چشم ایلوجانه، داداشامونن و نشون میده که آدم خوبی نیستش چون توسط اونو داره کنترل میشه. بله بله بله. و شما یک چفر به دجال، دجال رو مشاهده میکنید که وارد شد و بسیار وحشی از طریق همون رسانه ها. ما همیشه میکنم که این دجال یک آدم تک چشمیه که حالات یک انسانی داره، تمام ادیان و کتاب هم هستش که داره میگه، اما میتونیم دجال به اسم همون رسانه یا فضای مجازی یا چیزایی که توی اخبار و این داستانه هستش اینو بدیم، بخاطر همین توی یک فضای تلویزیونی شکله. میاد جلو و میاد همون بچه‌ای که بزرگ شده، میبینیم که مغزش ترکیده و مغزش این تلویزیون است، یعنی کنترل کرد همین اتفاقی که الان داره میفته و دنیا رو کنترل کرده. این بچه‌ام داره همون حرفا رو میزنه، اینم بی شرف بی ناموس داره نشون میده و زیر اینجاش هم یک علامت ایلوجانه، همون هرم برعکس داستانی که داره مشاهده میکنین، تو چشش داره تمام چیزا میگذره و سه جنگنده رو مشاهده میکنین که الان میره اینجا یک مسجد رو نابود میکنه. حالا
مثلا بیشترش مسجد ابو سوفیاس نمیدونم بعد نابود شه، اینجوری که تا الان پیش رفته همه چی اتفاق افتاده منفجر میشه و ترسناکه. و میگم که از همونجا یه پروانه اومد بیرون که نشونه امیده که مسجد دقلابی میسوزونتش و اینجا یک زن مسلمانی مشاهده میکنه که بچهش مرده و به خاطر بمب تو دستشه، پشتش هم یه بمب اتمه. تمام اتفاقات اخیر، تمام جنگ ها اتفاقات. خیلی آقا دیدن ناراحت شدم. بریم ادامهش چقدر غم انگیز، چقدر ناراحت کننده. خب اینجا نماد یک فرد به خاطر نوع اینجا که از این رنگا داره و رنگ پوستش فکر کنم آفریقایی، یک مرد نیمه برهنه بغلشه که نماد تجاوز به کودکانه. وای چقدر مدرن اون کادوارم باز میکنه و چراغ وقتی کادر بود چراغش خاموش میشه. همون گل نیروفره بودش که نشونه تکامل بود، میادش و میره میفته جایی که داره کمونیسم داس و چکش داس داره غرق میشه و کمونیسم داره به میره. حالا نمیدونم و بسیار قضیه ترسناکه که حالا اینجاش من گرخیدم، یه عالمه تانک داره میاد نماد جنگ و یک زن با یه پرچم میاد جلوشون. نمیدونم نماد کشور خودمونه یا همون ویدیو هست که یک زن دنبال صلح میگرده، ولی این داستان خیلی عجیبه. نماد مرگ میاد میزنه رو شونش و یک زن خشمگینم هستش. اینو نمیدونم این مال خودموشه که خیلی دیگه عجیبه. آقا این 10-12 سال پیش ویدیو درست شد و مرگ میاد بهش میگه که بیخیال شو و اینم ناامید میشه و نمیدونم، امیدوارم که اتفاق نیفته و چنجونه باشه و نماد با مسیح تقلایی با پای آتشین زیر پاشم آتش خوابم هستش داره تکو تلو تلو میخوره داره میادش و ترسناکه. و همون داده اون کثافت بیشورم داره همینجوری مغز این بچه رو شستشو میده داره داده بیداد و چقدر ترسناکه. این قضیه قشنگ رسانه است. میبینیم که این نماد مسیح تقلایی یه عالمه پنجره اومد، میتونه نماد تلویزیون باشه، تلویزیونه میاد اینجا و میکنه وارد میشه. وقتی که مسیح تقلبی وارد میشه یه عالم ماهی میان سمتش و میپرن توی قایق. این دقیقا یعنی چی؟ یعنی که مریدان زیادی خیلی پیدا میکنه و افراد زیادی هم دنبالش میگردن. حالا چرا مسیح تقلبیه؟ من اینو توی تحلیل خوندم، حالا بریم جلوتر بهتون میگم. و این مریدانشن اینجا نشون میده افراد دارن دنیا رو کنترل میکنن که همه افراد اصلی دنیا هستن که یهود داداش میزنه بالا، میاد بالا و میزنه همشون رو منفجر میکنه، یعنی همشون نابود میشن و فقط یک مسیح تقلبی گویا اینجا میمونه که قلبش آتیشه. و اینجا هم دجال میبینیم که میره و این دودوسوستمون این بچه کوچولو که از مغزش داشت استفاده میکرد دجال و دنبال مسیح میره و مثلا دنیا رو نجات داره، ولی گویا ایشون مسیح تقلبیه و واسه این داره همه رو منفجر میکنه. این داستان هم پیدا میکنه که بتونه مریدای زیادی پیدا کنه و بتونه خودش رو خوب نشون بده. ولی مسیح با فرشته مرگ داره میادش، با این نماد مرگ داره میاد. همینجا که اتفاق میفته مسیح تقلبی میادش، میبینیم که مسلمان ها میان بالا و عرصه دنیا رو دستشون میگیرن و میان نوک قله دنیا قرار میگیرن. مثلا همین الان که جام جهانی تو کشور عربی داره برگزار میشه، عربستان اینجوری داره قدرتمند کار میکنه و مسلمان ها دارن سلطه دستشون میگیرن. مسیح یهو از یه جایی میاد بیرون که علامت داره شیطان روشه، از اینجا میاد بیرون. پس اینجا میفهمیم که مسیح تقلبیه و میاد بیرون. یکی از چیزا که تقلبی بودنش نشون میده پاهاش پر آتیشه، میاد جلو، تو چشاش پر آتیشه، نماد این بالاشه و رو سرش هم سیم خاردار داره. میبینین دور سرش سیم خاردار داره و خیلی ترسناک میکنه. داره از آتیش چیزی نشون میده و پشتش یه اتفاق پشریزو میفته که وقتی این ویدیو منتشر شد 7-8 سال بعد این اتفاق افتادش. پشتش نماد کلیسای واتیکان بود یا همچین چیزی بودش، همون شکلی که ریختش. آخرش اون بالاشو نگاه کنید یه تیکه اینجوری میفته پایین، دقیقاً همون صحنه کلیسا آتیش گرفت و پایین اینجوری افتاد و داره نشون میده. و این ترسناک‌ترین داستانش میده اینه که اتفاقاتی که قبلا پیش بینی شده بود و اتفاق افتاد، ولی این که همون شکلی داره میریزه پایین دیگه خیلی عجیبه. این که دیگه چوبه، چجوری پیش بینی شده؟ و داداش میره جلوتر، اینم که ریختش، یهو اهرام ثلاثه مصر رو میبینه که من نمیدونم از بالا الان شهاب سنگ اومد خورد یا بمب، این چه اتفاقیه؟ آخرین عجایب هفت‌نواحی دنیاست که فقط مونده و اینم یا با شهاب سنگ یا با بمب قرار منفجر شه و این یه اتفاق عجیب غریبه. بچه باورتون میشه یه همچین انیمیشن پیدا کردم؟ و خیلی عجیب بودش. داداش هنوزم پاش اینجوری و داره نگاه میکنه دنیا رو. حالا این ببینیم که قسمت بعدیش راجع به چیه و چرا اینجوریه و تموم شد.
خودم موهام ریخت، یعنی پشمام ریخت. این قشنگ کنترل کردن انسان، این واقعا کنترل دارن میکنن انسان داره دیگه. یعنی تمام اتفاقاتی الان داره میفته، قراره بیفته، جنگی که وجود داره تو اوکراین، روسیه، همه چی تو دنیا برنامه‌ریزی شده است و ما یه جوری شاید کنه بازیچه ایم. ولی به هر حال نباید امیدمون رو از دست بدیم، خصوصا ماهی که هیچ کاری تو این داستانه و فقط برای یک زندگی خوب و یک زندگی پرامید داریم تلاش میکنیم. من واقعا دوست ندارم که ناامید شیم، ولی خالی از لطف نبود دیدن این ویدیو. شاید خیلی شاید امیدوارتون کرد، بعد پیش بریم. به هر حال زندگی خودتون رو ساختین، شاید آگاه کرد. من اینو به نظرم منطقیه، ولی دوست داشتم که ببینید. خدا من بران به فکر فرو رفتم و از صبح خیلی حالت عجیبم دست داشت. موفق باشین، بزن دکمه رو تا نابودمون نکردن. خیلی جالب بود، این هم یه قسمت آینه بود دیگه. دم همتون گرم، ماچ بهتون. ایمان چی دیدم؟ یه شده ترسایی که دم از بچه بیده گرفتم.